به نام خداوند یکتا و مهربان، بنده ارجمند و گرامی تلویزیون جهانی امید 24، سلام های گرم ما و تقدیم یک که شما عزیزان بیننده باد. آرزوی صحت و سلامتی شما را از دربار خدای یکتا میکنیم. همیشه جور و موفق و کامگار باشید و دور از تمام آفات، بخصوص ویروس کرونا. با وطنداران دردمند خود، وطنداران به گروگان گرفته شده خود، وطنداران بسیار مظلوم و بیگناه خود که در اثر خیانت اشرف غنی و تیمش بسیار ظالمانه تحویل طالب ها شد داده شدن، درباره خدای یکتا میخواهیم که از شر تمام آفات زمینی و آسمانی دور باشند و در عف زمان خالق یکتا باشند. با همین آرزومندی بیندگرامی خوشحال استیم که بار دیگه با تقدیم برنامه سخن روز مهمان خانه های شما عزیزان بیننده هستیم. امشب دوشنبه 16 جنوری سال 2023 میلادی است و ساعت 8:31 شب وقت تورنتو است. در آغاز از تمام شما سروران گرامی از هر گوشی از جهان تماس گرفتین و به ما انرژی بخشیدین، جویای احوال ما شدین، پرسان کردین، تلفن کردین، مسیج کردین و در فیسبوک صدها هموطن ما نوشتین، ممنون شما. همون مسئله است که میگن که داشتن دوستان خوب بعضا از خون شریکی کرده با ارزش تر می باشه و من واقعا انرژی گرفتم از تمام پیام های شما سروران گرامی. امیدوارستم در هر جایی که هستین شاد باشین و سعادتمند باشین و به نمایندگی از فامیل و از خدم از شما تشکر میکنم. خب بیدا گرامی، ما در برنامه شب چند مطلب کوتاهی را انتخاب کردیم، یعنی هنوزم به اون شکل که لازم است صحت یاب نشدیم، چون هنوزم زیر تداوی هستیم. به خاطر مختصر بعضی مطالب انتخاب کردیم خدمت شما تقدیم میکنم. امیدوارستم که مورد توجه شما سروران گرامی قرار بگیرن. بعد از عقد کنفرانس بن در 2001 میلادی که سیستم تغییر کرد و جهان تصمیم گرفت که به بهانه مبارزه با تروریسم به کشور ما هجوم بیاورند، هجوم سلاح‌های مافیای این جهان نیز به وطن ما صورت گرفت. و ما از مبتدا تا در کنفرانس بن، پیش از امضا شدن این کنفرانس به یونس قونی گفتم که اجازه ندین که انجیو به افغانستان بیاید، برای اینکه انجیو کارش دزدیدن و چاپیدن است و کار بنیادی نداره، کارهای بسیار سطحی میکنن و معیاری هم نیست. ولی بالاخره انجیوها آمدند و ریاست انجیوها تشکیل شد و دیدیم که انجیوهای بزرگ تشکیل شد که دزدان مسلکی در اونجا بیشتر نقش داشتن که در سرخط از این دزدا شخص به نام اشرف غنی بود، انورالله قحطی بود، عمر رضا خیلوال و خائن ملی یعنی فاطمه رو اینا بودن که اینا افغانستان ریکانستراکشن ترست فند ساختن، بزرگترین انجویی در افغانستان ساخته شد. بعد دیگه وزیرهای نام آمدن از این چاپیدات، چند وزیر دیگه هم عضوی جو شد و اینجا بالاخره وقتی که خوب چاپیدن و دزدیدن و تمام شد، بزرگترین سرمایه را چون در ابتدا پولای زیادی آمد، بعد از اون امو اینجا را اشرف غنی زنده گم کرد، حتی از گوگل پا کرد، چنان که شما در مصاحبه آقای امین فرهنگ شنیدین که حتی آردرایف های کمپیوتر خود هم پا کردن. و ما از اون وقت مخالفت داشتیم، تا حال مخالف هستم و تا حال میگم که اینجوها یک بخش مافیایی بودن که عق نان و همه چیز مردم ما رو خوردند و
مردم ما را در مصیبت و بدبختی شاندند. و بعد از او یک پروژه ساخته شد در وزارت انکشاف دیات که خائن ملی حنیف اتمر بود، و بعد از او دیگر آمد و آقای احسان زی آمد که فعلا به تورنتو هستند، و اینا پروژه های مختلف را معرض اجرا قرار دادند که یکی از او پروژه ها پروژه همبستگی ملی بود. همبستگی ملی را به خاطر میگم که فعلا همبستگی ملی دارد در افغانستان خود مسئولیت نداشت و کاری را انجام ندادن. آل امو پروژه ها را پس به نام مردم افغانستان اینا در بیرون از افغانستان میخواین راجستر کنند، و بازم به نام مردم و از آدرس مردم افغانستان دزدان مسلکی بدزدند و بچاپند و راحت زندگی آرام داشته باشند، چون اینا به زندگی آمیبگونه عادت کردن، باید مفت بخورن، کار نکنن، از آبلی کف دست خود نخورن، از فکرهای شیطانی باید اینا پول بخورن. هران کسی که هنوز هم پروژهی کار میکنه، در فکر پروژه است و در فکر اینجور، چی در کانادا است، چی در هر کجای کسی. خب حالا بعضی از من در وقت در فیسبوک نشته کردم، یک هموطنی ما نشته کردم که پروژه در میاری بود و در همکاری با بانک جهانی بود و تکمیل شده و چی شد. خدمتی برادر خود عرض میکنم که چه دوستای خوب ما هستن، ما قرضارشان هم هستم، مصاحبه کردیم تا الان مصاحبه تکمیل نشده که نشر کنم. آیه جسر بجمل، ما خدمت شما عرض میکنم میلیارد ها دلار در حساب اینجوها رفت، تمامش به نام همبستگی ملی و به اصطلاح ایجاد کارگاه و خودکفایی و این و آن رفت. خب دقت کنیم بیدای گرامی، اگر من درو میگم شما واقعا ار اون چی که از دلتان میه نفرین که از نصاره مکنین، و اگر راست میگم امینا سر بگیری بار کنن خجالت بکشن. هر اینا میگن که در وزارت ایا و انکشاف دیات توسط امی اینجو مافیای اینجو توسط امی سیستم غلط که بود کار بنیادی انجام دادن. بعد از درامه هالیوودی 15 آگوست شما یک لحظه به خاطر بسپرید، یک ماه تیر نشده بود که تمام مردم افغانستان اعلان شد که زیر خط فقر هستند، و فعلا میگن که قریب 25 میلیون انسان وطن ما با فقر و با زیر خط فقر هستند. چی شد کارهای بنیادی؟ کجا فابریکه و کجا مردم خود کفا شدن؟ کجا مردم امروز ثمری کار شما رو دیدن که تولید داشته باشن، زندگی چرخهای زندگیشان به گردش در آمده باشه؟ میبینید که دزدیدین، بیرحمانه دزدیدین. کارا اینجور خود ما میدیدم از نزدیک، اگه اینجوری که پول میگرف از یک کمپانی اگر 1 میلیون میبود، 15 تا 20% به نام مصارف اداری می گرفتن، بعدا او اینجور رو می فرستادن به یک اینجور دیگه، او اینجور 20% باز مصارف اداری خود می گرفت، می داد به یک اینجور دیگه، او اینجور باز 15-20% می گرفت، می دادن به یک اینجور دیگه. 1 میلیون بود و اینجور آخر 1 لک دلار باقی نمی ماند. آره شما بگوین که ده 1 لک دلار اینجوی آخران باید مصارف اداری خودم بکشن و یک کار رو نشان بده. آیا کارا کارای بنیادی بود؟ آیا کارا کارای معیاری بود؟ آیا کارا کارای انسانی بود؟ از اون پول هست که امروز مردم ها در غرب و اروپا و اینا خانه های میلیون دلاری و میلیون رویی خریدند و راحت زندگی میکنن. به خدا اگر صحنه های تراژید افغانستان هم اینا نگاه کنن، برای از این که چون احساس ندارن میترسن، از این میترسن که نشه یک دفعه دفتن وجدان های خفتهشان بیدار شوه و اینا متوجه شوند که چی حالی به سر مملکت آوردن. نان مردم دزدی کردن، عو مردم دزدی کردن، لباس مردم دزدی کردن، پولش آوردن اینجا که تا خودش و خانمش و خانوادش گرم و نرم و آرام باشه. الله پاک با شما محاسبه کنه. امروز شما میبینید که گزارش ها از داخل وطن نشر نمیشه، ولی ما یقین داریم که این سرمایه زمستان خوب دهی قربانی گرفته که چند گزارشش امروز نشر شد. پس این رو به خاطر گفتم که دلی کسی که در اینجا کار کردن ناراحت میشه، ناراحت شوین، من کار ندارم. حرف ما دفاع از مظلومیت مردم ماست، دفاع از اون مردم است
بلند کردن صدای اون مردم است که شما نانش را دزدیدین، شما پولش را دزدیدین، شما پیسی غذایش، پیسی خانه و سرپناهش را دزدی کردین و آمدین و غرب زندگی میکنین. خدا نفرینتون کنه. چگونه نان میخورین شما سر دسترخانه تان وقتی که میشنوین که 30 میلیون انسان وطن ما زیر خط فقر است؟ اون نان به اصطلاح زر نمیشه برای شما؟ اون نان برای شما بالاخره انتقام نمیگیره؟ انتقام خون میلیون ها انسان سرزمین ما را که امروز از سرما و از گرسنگی جان به عقل میسپارن. پس ما بیتگرامی ای رو به خاطر گفتم که این حرکت ها شروع شده در تورنتو هم شروع شده، ما در صفحه فیسبوک خود من دافتیم و صمیمانه خواهش کردیم که از این کسا که دزدی رو بس کنن، برن به لحاظ خدا یک چند روز کار آبرومندانه کنن، یک چند روز کار کنن مثل هموطنان ما. هموطنان ما که اینجا اگه خانه 1 میلیون دلاری 2 میلیون دلاری خریدن، اینا 20 سال 25 سال 30 سال کار کردن شبانه روزی، از آبلی کف دست خود پول پیدا کردن، صادقانه و علال پیدا کردن، امروز خانه خریدن. اما شما رو به اصطلاح وطنی ما چی دیو زده که باید فقط دزدی کنین، غارت کنین و از پول عرام بخورین و عیش و نوش کنین؟ ما صمیمانه از اینا خواهش میکنیم که دست از این بازی ها در حداقل در تورنتو که ما هستیم بردارن و بذارن که مردم در همین زندگی خود داشته باشه، بذارن که این مردم ما با عزت در این مملکت زندگی کردن، با عزت زندگی کنن. از برادرانی که نو آمدن یک سال شدن یا کمتر شدن، از اینام صمیمانه تقاضا میکنیم در مجالس خود نگوین که شما در 40 سال در اینجا چی کردین، ما آمدیم که شما را زندگی کردن یاد بدیم، راه رفتن یاد بدیم، نان خوردن یاد بدیم. شما که در وطن بودین چی کردین؟ کل آمدین ماها را درس بدین. این صدا در کل جای بلند است، در اروپا، در امریکا، در کانادا، یک تعداد دوستایی که تازه وطنداران که تازه آمدن، این توهین است. و شما یک تعداد بسیار پرروستین، دیده دراستین که آمدین میگین که شما کار نکردین، هیچ عمل انجام دمی. تورنتو در چند مجالس ما با یک وزیناش نشستم، ولی جرات نمیکنم با من بشین برای زی که چرندیات شون من گوش نمیکنم. ما مثل دیگه مردم وار حوصله ندارم که یا چرند بگوین و بین از دزدی بگوین، از غارت بگوین، از سابقه زشت و پلید خود فراموش کنن و ما طرفشان نگاه کنیم. ما با مراتب گفتیم که اینجو یک بخش مشکل کشور ماست و پارلمان هم یک بخش وطن. اینا مردمان یک بسیار یک تعداد مردمان صادق شد، اینا اکثریت از اینا آلوده و فساد است و عامل برای اینمی بدبختی های امروزی هستن. پس میدونستم که اینا دیگه دست بردارن از این بازی ها، با زندگی مردم بازی نکنن و یک حرکت ها را در این دفتر و در اون دفتر مثل که کرزای واره که در طرف سرگردان است که برای طالب های وحشی مشروعیت پیدا کنه. در اینجا هم شما یک روز به یک دفتر رو برین، یک روز به یک دفتر برین، سوا در یک مسجد دیگه سوا، تا از این طریق شما یک مشروعیت پیدا کنین بین، چون روحایتان سیاتر از اون چیزی است که مستقیما با مردم روبرو شوین. و ما با مراتب گفتیم که در قسمت مسائل ملی ما بسیار آزاد صحبت میکنم، به هرا صحبت میکنم، هر کسی که باشه، چی گفتم که حتی از خانواده باشه ما احترام نمیکنم و ما در موردش صحبت میکنم. پس بهتر است که اینایی که باز دوباره خیال پلاو میبینن و دوست دارن که برای خود اینجا هم از او نان ارام خانه ها و قصر ها بسازن که چی کنن، دست از این کار بردارن. در غیر از او تلویزیون امید 24 معرفی خود کرد. و که دیگه روز پنج شنبه بود، ساعت 3 صبح هم وطن زنگ زدن، قصه‌ای بسیار تلخی کردن، قصه‌ای واقعیت‌های بسیار تلخی از جامعه ما را گفتن، از دیروز و از امروز. دیروزی که اساس گذاشته شد و امروزی که وجود داره، میراثش و این هموطن ما از کابل زنگ زده بودن، اینا قصه‌های تلخی کردن از بی‌حفتی، از بی‌عزتی، از معاملگری سیاسیونه که امروز در غرب آمدن و اینا به اصطلاح خود موسیچه های بیگناه معرفی میکنند و تلاش دارند که بر فعالیت های اینجا اونجا داشته باشه.
یه وطن ما میگفت که در اواخر تعداد از سیاسیون و تعداد از وکلای پارلمان، البته بیشترش از طبقه نسوان گفتن، به اصطلاح چلمخانه های ساخته بودن، کلب های ساخته بودن و در این کلب ها فجایع زیاد شبانه رخ میداد. بالای سر چلمخانه بود و پایین میگن دسکوهایی بود که حتی شاید در غرب هم نبوده باشه و هر کدام مسئولیت داشت. یکی از دسکوها مثلا برای انگلیس ها بود، برای امریکایی ها بود، برای از اینا بود و این توسط افراد عادی اداره نمیشد. این گزارش برای ما دادن ولی ما نخواستم که گزارش نشر کنم، قدر یاد کردم که چنین داستان هایی است. و او کسی هم که برای ما زنگ زد یک خانم بود که خودش دمی منجلاب غرق بود، که خودش شاهد بسیار جرایم اخلاقی امی سیاسیون بود. بسیار سوی مورد من خواهش کرد که امی گزارش ها را نشر کنم. ما خبر بودم که چی هست، اما وقتی که تو نام میگیری که ای مثلا در اوتل استور بود بخیل در قرقه که ملا عزت را رهبری میکرد، در اوتل اتاقهای را از امین نمایده و اسلامی کسایی که فساد خانه داشتن به اجاره گرفته بودن، نام گرفت، نام چند نفر گرفت. ولی من ازش خواهش کردم تو اگر برای من مستند روان کنی من برات میتونم که نشر کنم، به حراس هستی. اما اگر مستند نشر برای من روان نکنی من او رو نشر نمیکنم. چنانه که یک خانم تقریباً یک سال پیش از وانکوور برای من زنگ زد و گفتن که از وجود امی فسادخانه، گفتن که توسط تیم خائن عریف اطمر داشته بود، البته از تیم اطمر جدا بود و از تیم فضلویشون اینا جدا بودن. اینا اونا هم از این مسائل یاد کردن. یعنی معلوم میشه کسایی که میگن که 20 سال دستاوردهای داشت، 20 سال بسیار سرفگندگی های هم داشت، اونم کسایی که باعث سرفگندگی شدن، باعث ازی شدن که با عزت و آبروی دختران وطن ما دفاع شوه، امروز در بیرون از کشور هستند و فعالیت میکنن. یقین داشته باشین به مجرد که من اسناد موثق برم بیایه بی هراس نشر میکنم. یک بخش از من فکر میکنم در این زمان کسی که به من تماس گرفته بود با رزاق مامون هم تماس گرفته بود، یک بخش از اون رزاق مامون نشر کرد که من توجه شدم. اما داستانی که برای من از ساعت 3 صبح قصه شد تا ساعت 4:30 داستانی بسیار متفاوت بود. از یک افتان مردم ها هم که آمدن ببیرین تقاضا میکنیم که برگردن به یک زندگی شرافتمندانه، برگردن به یک زندگی آرام و بی صدا و بی درد سر. در غیر از او این خانم برای ما گفت که اینا در آل مستندسازی اونمو صحنه های ضد انسانی هستن، از ارگ ریاست جمهوری، از فسادهای اخلاقی ضد اخلاقی اشرف غنی گرفته تا کارمندان و تا چیزایی که در بیرون صورت میگرفت. و این اکثریت مردم هم میفهمن ولی آن این مستندسازی میسازن، مثلا کسایی که چلمخانهایی داشتند و با سفارت انگلیس کار میکردن در مورد از اونا بسیار گپای زدن. امیدوارستم که روزی این مستندسازی صورت بگیره تا مردم بفهمن که در اون سرزمین چی میگذشت. خوب شد که دیگه به هر حال امی دولت سرنگون شد. این که حوادث بعدی رخ داد از کاش که دولت سرنگون میشد به دست یک نیروهای متحد و نیروهای آزاده که مثل از این جاهلای طالب نمیبود. تا مردم میامدن جرأت میکردن واقعیت های تلخ دوره غنی و کرزه بیان میکردن. به هر حال یک دوره بسیار سیاهی بود دو دوره و سیاتر دوره عزیز. امیدوارستم که این گونه افراد که در هر کجای که هستن دیگه جای اگر کس جرات نکنه، اگر در کانادا باشند و در تورنتو باشند و ما اسناد پیدا کنیم برایشان، بسیار با جرات میگم که تمامی چیزهایی را که به دستم بیاید، حتی فیلم های ضد اخلاقی باشه، خدای بزرگ شاید میگم که نشر خواد کردم.
تا مردم درک کنن که کسایی که دیروز در مصیبت و بدبختی مردم بی رحمانه نقش داشتن به نام قوم و قبیله و در پارلمان و در وزارت و اینا، امروز هم اونمونا بازم از بهانه تلاش دارن تا مردم در برابر هم دیگر قرار بدن، فسادهای خود پنهان کاری کنن، خیانتهای خود پنهان کاری کنن و یک چیرهای دیگی از خود بتراشن. که امیدوار هستم همی مختصر کافی باشه برای یک تعدادی که دست به کارها میزنه. و در مورد اینجو برای اینجو سالارا میگیم که همی خوب است که در هر کجای فعالیت کنید اینجا نکنید، برای از اینکه کم کم صدای اعتراض برای شما امگانی خود ساختم و از هر گوشه و کنار تورنتو اموطنان ما برحله شما بپا خواد خست. و این موضوع را تا مقامات دولت کانادا، ما کار غیر قانونی نمی کنیم که کسی را بگیم که ما شما را خودالان خواسته لط و کوب می کنیم و تعدید می کنیم. ما می گیم که در موردتان مستندسازی می کنیم و در موردتان با مقامات دولت کانادا در تماس می شیم. یادتان باشه که اینمی تلویزیون یک وقت رادیو سر افغانستان تو از طریق قمی رادیو سر افغانستان بزرگترین خائن ملی از کانادا که قانون دیپورت نداره، ولی دیپورت شد کشمت کیهانی بود. و اگر دیگه خائنین هم در این تورنتو باشه و ما مستند اسناد داشته باشیم، باور کنید که بدون ترس و لرز در برابرشان قرار میگیریم. خب ما امروز بنده گرامی آقای رحمت الله نبیل رئیس پیشین ریاست عمومی امنیت افغانستان حزب سیاسی خود معرفی کرد و وضعیت بحرانی افغانستان و ضرورت همسویی نیروهای سیاسی و مدنی کشور برای عبور از این بحران انگیزه ایجاد این حزب گفتند. و رحمت الله نبیل در نشست اعلام موجودیت حزب خود گفت که این حزب به نام حزب ملی آزادی افغانستان نام داره. و نکات برجسته از حزب ایست که قدرت باید از انحصار قومی و حرفی بیرون شود. نظر بسیار نیکست تا قدرت در انحصار قوم باشه و وطن روی خوشی و آرامی را هم نبینه. والی ها و شهردار ها باید انتخابی شوند. در شرایط کنونی از هر نوع مقاومت در برابر طالبان حمایت میکنیم، به شمول مقاومت مدنی، مقاومت زنان و مقاومت مسلحانه. اما باید اول یک چتر منسجم سیاسی به وجود بیاید. نظام طالبان مشروعیت نداره. البته این بود عرفای آقای نبیل. و دیشب هم استاد مسعود که استاد پانزده اقتصاد افغانستان بودن، اونا هم حرکت را زیر نام انسان گمان بود اعلام کردن که اونا هم کارهایی را میکنن. و احتمالا در این روزا چند وقت پیش اومدی خائن ملی حنیف اطمر هم حرکت را اعلام کرد. من از این میترسم که اون زد و بندهایی که در داخل کشور وجود داشت، یادتان است که بیشتر از 100 حزب بود و مردم ما را تیت و پاشان و پراگنده کرده بود، حالا همو حرکت ها برای مصروف ساختن مردم ما در بیرون شروع نشد که کل ما و شما مصروف جدوبند های سیاسی باشیم، هر کدام ما به یک حزب بریم، هر کدام ما به یک رسانه باش میشیم و مصروف جنگ های زرگری شیم، ولی در داخل افغانستان ترورستان طالب در همکاری با آمیان ملی و بین المللیشان آنچی را که لازم میدارن انجام بدن، به ازی که ما شما چی کنیم خبر شویم. میدارستم که حرکت ها حرکت های پلان شده نباشه، حرکت هایی باشه که واقعا برای ختم بحران، برای نجات انسان وطن ما از مصیبت و بدبختی باشه. و در چین حرکت های بیندگرامی میدارستم که حرکت های هیچ وقت قومی نباشه، چون ما دیدیم که حرکت های قومی اینجوری که ما رو بدبخت ساخت، ما رو جدا ساخت، ما رو فصل فصل کرد، از هم جدا ساخت، فایده برای ما نرساند. خب آقای نبیل و استاد مسعود از آدم هایی هستند که نیکنام هستند و یقین دارم که حرکت های رو که آغاز کردن حرکت هایی است که به یقین
سنجیده شده. با وطن که بریم بیدگرامی همزمان با سرد شدن هوا شمار بیجا شدگان از دسترسی نداشتن به امکانات نخستین و ویژه مواد سوخت نگران هستند. خانواده بیجا شدگان میگن که شب و روز را با در خانه های سرد میگذرانند. شابیبی که با 8 کودکش در نایه پنجم شهر کابل زندگی میکنه میگه که توان خرید مواد سوخت را ندارد. شابیبی به اطلاع بطلو نیوز گفته که من کمک میخوام که زندگیم خیلی خراب است. بیخی یخ زور است. بیخی یخ است امسال. شمار زیادی از بیجا شدگان نیز با چنین مشکل روبرو هستند. بیبی نسیمه از ولایت کاپیسا و منطقه ارزان قیمت کابل بیجا شده. وی میگوید چوب نداریم، آرد نداریم. این تر مشکلات ها است. از پارسال به این سو امسال خوب بیخی کمک نامده، پارسال هم نامد. آقا شیرین نماینده بیجا شدگان داخلی نایه 12 درباره اوضاع بیجا شدگان گفته که در این هوای سرد زمستان کدام نهاد از طرف هیچ کس کمک صورت نگرفته، مردم با بسیار مشکلات روبرو هستند. ولی در تورنتو ما واقعا سپاسگزار شما هموطنان با درد و با احساس و با مسئولیت خود هستم. تقریبا بعض دوستا فکر میکنن که تنها ما کار نشرات داریم و یک برنامه نشر میکنیم، بقیه روز راحت در گردش هستیم و چکر میزنیم. اینا اشتباه میکنن. تمام روز ما در برابر کمپیوتر هستم و حداقل روزانه ده ها هموطن ما را که داخل کشور یا جای دیگه مشکل دارن برشان پاسخ میتونم، گوش میکنم، مشکلاتشان حل کنم تا جایی که در توانم است و گوش میکنم که وسیله شون بر هر مشکلاتشان. یعنی تنها این هموطنان ما که فکر میکنن که ما یک رسانه استیم و بس، ما تنها یک رسانه نیستیم. ما هر روز هم کار فعالیت سیاسی داریم، هم فعالیت مدنی داریم، هم فعالیت انسانی داریم، ولی کمتر گزارشات کاری خود ما نشو بکنیم، برای اینکه بیشتر کارهای ما سب بر رضای پروردگار عالم است و با مردم ما که دردمند هستند. هر روز یک نفر یا دو نفر ما از طریق صفحه افغانها در تورنتو و دیگه صفحه که ما دارم، یک نفر، دو نفر، سه نفر باشه، از هموطنان خودم ما حمایت میکنیم، به اصطلاح اسپانسر میتونیم که اسپانسر دوامدار حداقل در اینمی یخبندان زمستان ما میتونیم که برشان وسیله شویم. خود ما در توان ما بود، خود ما اگر نبود حداقل کوشش میکنیم که کسای دیگیره شان خواهش کنیم که چی کنیم. اینجا آخری پیامی که من امروز دارم، هموطن از کابل برای من پیام ماندن، امو خانم دینا جان، تخلصشان نمیگیرم، به من 9000 کمک کردن، خدا خیرشان بده. این 9000 که دینا جان کمک کردی به مساوی عزیز که 9 دفعه اجر رفتی، چون در کسی را کمک کردی که در گزارش خوندین که نه نان برای خوردن داره، نه مواد سوختی برای گرم کردن داره، نه لباس داره که بشه، نه سقف داره که زیر سقف آرام بخوابه. پس همینجاست که میگه دل به دست آور که اجر اکبر است. روز شما یک به خدای بزرگ من قسم میخورم که شما اجر کردین، چون عشق از دیده پاک کردین، دل را حداقل شاد ساختین و به یاری کسی شدافتین که شما رو نمیشناختین کی هست. و بازم اگر هموطنان ما دوست دارن که دی پروسه هم بگیرن، این امشب هم با دانستیم یک هموطن دیگی خود معرفی کنیم که برای خواهر گرامی ما خانم صافی، که اونا گفتن که من همین شب با کمکشان میشتابم. هموطن دیگی ما همین لحظه خدا شاید از پیام ماندن که امیدوار هستم لطف و همکاری کنین برای ما در زمستان سرد. روز ما با اینی چیزا تیر میشه، از آغاز روز تا وقت میخوام و من تلاش میکنم. این سر روحیم تاثیر بسیار زیاد کرده، سر احساسم تاثیر کرده. من فکر میکنم که
مطلق مرا برده به طرف یک استرس و دپرشن، چون هیچ پیام خوب من نمیخوانم. ولی در مقابل اینو کسایی که از پول از اینا دزدی کردن امروز بهترین زندگی را دارن. برحال بیاری از این وطندارانتان بشتابین، اگر شما وسیله دارین خوب، اگر ندارین ما هر روز یکی و البته ما تحقیق میکنیم و بعد از اینکه تحقیق میکنیم هموطنهای گرامی خواهد که ببینیم که آیا واقعیت است نیست، بعد از او باز ما زمینی ارتباط از اونا رو با دیگه هموطنهای خود برقرار میسازیم. بیاری وطندارانتان بشتابین که زمستان سرد است و یادتان باشید زمستان تیر میشه، ولی مسئله خود شما میفهمید که زمستان وقتی تیر میشه میگن یک چیز برای یکان نفر باقی میمونه که امیدوار هستم برای ما و شما باقی نمونه. سرمای شدید در افغانستان جان 8 نفر را به شمول کودکان گرفت. گزارش از استودیو 24 خدمت شما در رابطه تقدیم میکنم، دوباره برمیگردیم با ما باشین. همزمان با موج سردی هوا در بخش های از افغانستان، مقام های محلی طالبان برای بادغیس از جان باختن 8 نفر به دلیل سردی هوا در این ولایت خبر دادند. خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل طالبان امروز دوشنبه به نقل از مسئولان محلی طالبان برای بادغیس گزارش داده است که در 2 روز گذشته 3 نفر به شمول 1 زن و 2 کودک در ولسوالی بالا مرغاب و 5 نفر دیگر در ولسوالی قادس این ولایت جان باختند. سخنگوی والی طالبان برای بادغیس گفته است که بیشتر این قربانیان کودکان و زنانند. او گفته است که سردی هوا به گونه بی سابقه در این ولایت افزایش یافته و احتمال افزایش تلفات ناشی از آن در بخش‌های این ولایت وجود دارد. مقام‌های طالبان برای بادغیس همچنان گفتند که در اثر سردی هوا در این ولایت تنها 4470 رأس مواشی در ولسوالی بالامرغاب این ولایت تلف شدند. بر اساس گزارشات در شماری از ولایات دیگر نیز سرمایه شدید تلفات به بار آورده است، اما مقامات حکومت طالبان تا انو در این مورد چیزی نگفتند. افزون بر ولایت بادغیس، سرمایه شدید در کابل و دیگر ولایات افغانستان به گونه بی پیشین افزایش یافتند و ادامه این وضعیت شهروندان این کشور را با مشکل مواجه ساخته است. درست پیش دفتر هماهنگی امور کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا گفت که سرما در روزهای پیش رو در بخش های این کشور تا منفی 35 درجه سانتیگراد خواهد رسید. با گفته ای اوچا، ملل متحد با دیگر شرکایش برای رسیدگی به نیازمندان به شمول خانواده های ادامه می دهد که سردی هوا آنها را تهدید می کند. این در حالی است که پیش از این ملل متحد گفته بود که با سرد شدن هوا کم از کم 24.4 میلیون نفر در وضعیت ناامید کننده در افغانستان زندگی می کنند. اوچا به تاریخ 22 نوامبر در توییتر گفت که در حال حاضر بسیاری از خانواده‌های نیازمند سرمای شدید را تجربه می کنند و آنها نیاز فوری به کمک های مانند لباس، لباس گرم، سرپناه و پول نقد برای گرم نگه داشتنشان دارند. برنامه سخن روز در تلویزیون جهانی امید 24 تماشا می کنیم. یونیسیار گفته که هیچ نشانی از کاهش بحران بشری در افغانستان دیده نمیشه. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیسیار امروز دوشنبه در گزارش نوشته که هیچ نشانی از کاهش بحران بشری در افغانستان دیده نمیشه. یونیسیار در گزارش سالانه در مورد وضعیت شماری از کشورها در سال 2023 در مورد افغانستان افزوده است که به نظر می رسد که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان جنگ کاهش یافته، اما افزایش قیمت ها، اقتصاد ضعیف و محدودیت های پی در پی در برابر زنان عامل بدبختی افغان ها شده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که فقر در افغانستان افزایش یافته و بیش از نیم 40 میلیون نفوس افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند. یونیسیار همچنان به محدودیت کار زنان در مسائل غیر دولتی از سوی طالبان اشاره کرده و نوشته است که این تصمیم روند رساندن کمک‌های بشری را با تأخیر روبرو کرده است و تأثیر بد بر زنان و کودکان خواهد داشت. داستان شمیمه یکی از میلیون‌ها داستان بیچارگی، فقر و مشکلات افغان‌ها است. او در ولسوالی شیوه نگرهار در یک کلبه ویرانه که از کس دیگری است زندگی میکند و در این زمستان سرد دروازه و کلکین هم ندارد.
اما زندگی خانواده نو نفری این زن بیوه را که پسرش نیز محتاط است تنها اوای سرد زمستان تهدید نمی کند. شمیمه می گوید که چیز برای خوردن ندارن و شبها گرسنه می خوابن. اگر روز چیز پیدا شود خوب، اما برای شب هیچ چیز نداریم. در این خانه که آمدیم در زمستان هیچ کسی با ما کمک نکرده. بسیاری از کمک ها در چهار اطراف صورت می گیرد، اما نام ما را کسی نمی دهد. می گن اینجا همسایه ها هستند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگه در حال حاضر 3 میلیون مردم افغانستان از مکانهای اصلیشان بیجا شدند. این اداره از جامعه جهانی انتقاد میکند که تاکنون نتوانسته است مانع جنگ و بیجا شدن مردم شوند. یونیسیار همچنان سال 2023 را به علت بیکاری دوامدار، تغییر اقلیم، افزایش قیمت ها و بحران اقتصادی، البته اقتصاد جهانی، برای بیجا شدگان سال تاریک خوانده. در این زمان بیندگرامی گزارش ها نشر میشه که ترسان طالب بار دیگر در جستجوی و اصطلاح نظامیان پیشین هستند، کارمندان دولت، کسایی که با کشورهای خارجی کار کردن و همچنین کسایی که خانهایشان در افغانستان است و خودشان نیست، پروژه رو برای انداختن که البته بر این پروژه رو اکثریت میگن که به اصطلاح غصب دارایی عام است. گزارش در این رابطه از استی 24 تقدیم شما میکنیم. دوباره برمیگردیم با ماشین. طالبان به وکلای گذر و شوراهای محلی دستور دادند تا خانه ها و ملکیت های شهروندانی را فهرست کنند که پس از سقوط نظام جمهوری کشور را ترک کردند. روند شناسایی این خانه ها و جایدادهای غیر منقول نخست از پایتخت شروع شده است. ریاست های شهرداری زیر اداره طالبان بر وکلای منطقه ملا امامان و اعضای شورای محلی در کابل فشار آوردند تا هرچی زودتر این فهرست را ترتیب کنند و در اختیار آنها قرار بدهند. این دستور تازه طالبان نگرانی شهروندانی را برانگیخته است که بنابر دلایل مختلف افغانستان را ترک کردند و در کشورهای دیگری بسر میبرند. آنها این دستور طالبان را غصب ملکیت‌های شخصی توصیف می‌کنند و می‌گویند که طالبان مکلفند جان، مال و ناموس شهروندان را مسئول نگه دارند. هرچند طالبان تاکنون به گونه‌ای روشن در این باره چیزی نگفتند، اما نگرانی شهروندان در حال مطرح می‌شود که طالبان از این پیش خانه‌ها و ملکیت‌های سیاسیون فراری و مقام‌های دولت پیشین را تصاحب کردند. عبدالقادر یکی از شهروندانی است که از مدت 7 سال به این سود در ایالات متحده امریکا زندگی میکند. او در صحبت با روزنامه 8 صبح میگوید که برادرش از او خواسته تا برای جلوگیری از تصاحب خانهش به کابل بیاید. عبدالقادر به نقل از برادرش میفزد که وکیل منطقه آنها درباره حولی او پرسیده و گفته است که باید فهرست خانه هایی را به ریاست نایب تسلیم کند که مالکان آنها در بیرون از کشور بسر میبرند. عبدالقادر تصاحب خانه غیر نظامیان توسط طالبان را بی عدالتی این گروه عنوان می کند و توضیح می دهد: حیران هستم، چی کنم؟ کابل بروم یا نروم؟ اگر بروم و خانه را بفروشم شاید با قیمت بسیار پایین فروخته شود و اگر نفروشم غصب می شود. جمشید شهروند دیگری است که از مدت 1 سال به این سو در ایران زندگی می کند. او می گوید که هیچ فعالیت سیاسی در افغانستان نداشته، اما به علت محدودیت های وضع شده از سوی طالبان مجبور شده افغانستان را ترک کند. آموزش کودکان و رفتن دختران جوانش به دانشگاه را از دلایل عنوان می کند که پای او را به دیار مهاجرت کشانده است. جمشید که سال گذشته خانهش را به گرو داده است، اکنون آگاهی حاصل کرده است که وکیل منطقه خانه او را در فهرست مالکان گرفته که از طالبان فراری هستند. او می افزاید: طالبان به خانه مردم چی کار دارن؟ نه فعالیت سیاسی داشتیم و نه با طالب کدام دشمنی داشتیم. ملکیت هم است و دلم که کابل باشم یا امریکا اصلا به طالب چی غرض؟ آنها اگر خود را مسلمان می دانن نباید به جان، مال و ناموس مردم چشم بدوزند. شهروندانی که در بیرون از کشور زندگی میکنند اکنون نگران خانه ها و ملکیت هایشان در افغانستان هستند. روند ثبت ملکیت افرادی که در خارج هستند به تازگی در کابل آغاز شده است. طالبان از طریق ریاست نایه های مربوط بالای وکلای منطقه، شوراهای محل و ملا امامان فشار وارد میکنند تا خانه و جایدادهایی که صاحبان آنها در بیرون از کشور هستند را به آنها معرفی کنند. روند ثبت خانه ها و باشندگان آن در جریان نظام جمهوری نیز جریان داشت. این روند در آن زمان تنها برای پیشگیری از مشکلات امنیتی اجرا می شد.
مسئولان امنیتی به ویژه کارمندان جنایی سالانه یک بار به همه خانه ها فرم توزیع می کردند تا شهرت اعضای خانواده و نوع ملکیت را برای آنها توزیع بدهند. طالبان تا کنون علت شناسایی و ثبت خانه ها و ملکیت های شهروندانی که در بیرون از کشور هستند را توزیع ندادند. وکلای منطقه نیز حاضر نیستند در این باره با رسانه ها صحبت کنند. آنها علت این اقدام طالبان را جلوگیری از تهدیدات امنیتی توصیف می کردند، اما اعضای شورای محلی در صحبت‌های خصوصی به باشندگان محل توضیح دادند که طالبان قصد دارند خانه‌ها و زمین‌های افراد فراری را تصاحب کنند. طالبان از این پیش ملکیت‌های شخصی بیشتر چهره‌های سیاسی و مقام‌های حکومت پیشین را در کابل با ولایت‌ها تصاحب کردند. خانه‌های مارشال عبدالرشید دوستم رهبر جنبش اسلامی در کابل و جوزجان، خانه محمد اشرف غنی در کابل، خانه اتا محمد نور در بلخ و صدها خانه دیگر مقام های حکومت پیشین از نمونه های بارزی هستند که از سوی مقام های طالبان تصاحب شدند. طالبان به دلیل مخالفت سیاسی و فکری با این چهره های سیاسی و مقام های پیشین ملکیت های آنها را مصادره کردند، اما شهروندان عادی که مخالفت با طالبان ابراز نکردند خواهان مسئولیت ملکیت های خود هستند. قوانین ملی و بین المللی نیز روی مسئولیت ملکیت شخصی افراد تاکید دارند و دولت ها را مکلف به رعایت این اصل دانستند. در ماده 40 قانون اساسی کشور آمده است ملکیت از تحرز مسئول است. طالبان این قوانین را ملغا قرار داده و روی قوانین اسلامی تاکید دارند. قوانین اسلامی نیز از غصب و تصاحب مال افراد منع کرده. طالبان پس از تصرف قدرت امواره بر وکلای منطقه و ملا امامان فشار آوردند تا نظامیان پیشین، کارمندان دولت و افراد را که به نحو با نیروهای نظامی خارجی و مؤسسات غیر دولتی وظیفه اجرا کردند را به آنها معرفی کنند. وکلای منطقه و ملا امامان از ترس جان خود حاضر میشوند با این گروه همکاری کنند، زیرا در صورت ارائه اطلاعات نادرست مجازات خواهند شد. این همه در حالی است که با فروپاشی نظام جمهوری و افتادن قدرت به دست طالبان صدها از شهروند کشور افغانستان را ترک کردند. شماری از این افراد به دلایل امنیتی که ممکن جان آنها را با خطر مواجه می‌ساخت از کشور بیرون شده و عده دیگر به دلیل نبود زمینه‌های کاری و تجارتی، کاهش رفاه اجتماعی، منع دختران از رفتن به مکتب و دانشگاه و نبود ثبات سیاسی و اقتصادی افغانستان را به مقصد کشورهای امریکا، اروپا، همسایه ها و دیگر کشورهای جهان ترک گفتند. آمارهای رسمی نشان میدهد که پس از سقوط نظام جمهوری نزدیک به 200 هزار شهروند افغانستان به ایالات متحده امریکا، کمتر از 100 هزار تن به اروپا، حدود 400 هزار تن به پاکستان و نزدیک به 1 میلیون شهروند دیگر کشور به ایران رفتند. برنامه سخن روز در تلویزیون جهانی امید 24 تماشا میکنین. بیده گرامی، یادتون باشه اگر علاقمند هستین که از خبرهای کانادا و تورنتو با خبر باشین و از آنچه در جامعه خود ما اتفاق میفتد با خبر باشین، پس بهتر است که صفحه افغانها در تورنتو را لایک کنین تا با ما در جامعه باشین. در این بخش برنامه توجه شما رو به افغانستان در یک نگاه جلب میکنم که گزارشات بسیار جالبی داره و دوباره برمیگردیم با خبرهای کانادا، با ما باشید. آنا نیومن نماینده آلمان در پارلمان اروپا با کشته شدن مرسل نبیزاده نماینده پارلمان پیشین افغانستان واکنش نشان داده. خانم نیومن گفته است که طالبان با این اقدام خود در روز روشن آپارتاید جنسیتی را برا انداختند. او کشته شدن مرسل نبیزاده با محافظش در خانه اش در کابل را وحشیانه خوانده است و افزوده است که من غمگین و عصبانیم. این در حال است که مرسل نبیزاده شب یک شنبه 24 جدی در منطقه ارزان قیمت از مربوطات حوزه 12 شهر کابل کشته شد. طالبان عاملان قتل اون را افراد مسلح ناشناس خواندند، اما پیش از این دیدبان حقوق بشر طی گزارش مفصل ادعا کرده است که نیروهای طالبان با راه اندازی عملیات های شبانه مخالفان خود را سرکوب و یا به شکل اجباری ناپدید می کنند. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان میگوید که او در سفر اخیرش به کابل طالبان را به برقراری سریع صلح و آشتی ملی در افغانستان تشویق کرده است. خبرگزاری تاس روسیه به نقل از امیر کابلوف گزارش داده است که او در دیدار و گفتگو با امیرخان متقی بر برقراری سریع صلح و آشتی ملی در افغانستان تاکید کرده است.
گزارش افزوده است که متقی گفته است رهبری طالبان به توصیه های دوستان روسی گوش می دهد و روی تشکیل یک دولت فراگیر در مورد مسائل حقوق بشر و حقوق زنان کار می کنند. سفارت روسیه در کابل در بیانیه گفته است که دیپلمات های روسی بر تعهد مسکو به حمایت از مردم افغانستان منافع برقراری عاجل صلح و دستیابی به آشتی ملی تاکید دارند. در این بیانیه آمده است که طرف روسی از حکومت کنونی طالبان خواست تا به آن بخش های از جامعه بین المللی که صادقانه به برقراری صلح در افغانستان، توسعه یک کشور مستقل و یک پارچه آری از تروریسم و مواد مخدر علاقمند هستند توجه کند. همچنان گفته شده است که دو طرف درباره مشکلات توسعه تجارت، همکاری در مبارزه با تروریسم و تهدید مواد مخدر گفتگو کردند. زمیر کابلوف اواخر هفته گذشته طی سفرش به کابل با برخی مقام های طالبان از جمله امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه این گروه دیدار کرده است. سازمان نجات کودکان Save the Children میگوید که برخی فعالیت های خود در مناطقی که اطمینان برگشت زنان به کار تضمین شده است را از سر میگیرد. دیوید رایت مدیر این نهاد روز یکشنبه گفته است که در پی ممنوعیت امدادگران زن از سوی وزارت اقتصاد طالبان، سازمان نجات کودکان فعالیت هایش را متوقف کرد. او افزوده است که برای ارائه مسئول و مؤثر خدمات برگشت کارمندان زن این اداره ضروری است و سازمان نجات کودکان بدون آنها به سادگی نمیتواند فعالیت کند. با گفته رایت، زنان 50% نیروی کاری سازمان نجات کودکان در افغانستان را تشکیل میدهند که حضور آنها برای ارائه خدمات به زنان نیازمندی بسیار مهم است. مدیر عامل این نهاد افزوده است فعالیت های جدید سازمان نجات کودکان در افغانستان که درصد اندکی از فعالیت های کامل این اداره را تشکیل میدهد در بخش های سعد تغذیه و برخی از خدمات آموزشی خواهد بود. منابع آگاه میگویند که استخبارات طالبان در صدد شناسایی و بازداشت نظامیان ویژه حکومت پیشین و افرادی که با خارجی ها کار کرده اند هستند. منابع روز دوشنبه با فرستادن نوارهای صوتی به روزنامه 8 صبح گفتند که استخبارات طالبان از وکلای گذر در کابل و برخی ولایت های شمال پایتخت خواستند تا فهرست نظامیان پیشین به ویژه نیروهای قطعات 1 و 01 و 02 امنیت ملی را در دسترس این گروه قرار دهند. منابع میگن که طالبان از وکلای گذر و قریه‌دارها خواستند تا فهرست کسان را که با خارجی آکار کردن نیز در اختیار این گروه قرار دهند. همزمان با این منابع در ولایت پنجشیر میگن که طالبان از چندین روز به این سو با ایجاد ایستهای بازرسی در صدد بازداشت نظامیان حکومت پیشین هستند. به گفته این منابع استخبارات طالبان در روزهای اخیر چند تن از ساکنان ولسوالی عنابه این ولایت را بازداشت کرده و به جای نامعلوم انتقال دادند. گفتنی است که طالبان از زمان تسلطشان به این سو صدها نظامی حکومت پیشین را در بخش های مختلف کشور بازداشت، شکنجه و در موارد تیرباران کردند. با تشکر از آقای برشنا نظری که سرویس اخبار بخش کانادا را بر ما ارسال میکنن، ممنونشان، تشکر از محبتشان. و باید یادآور شیم که سر از امشب سرویس اخبار کانادا اسپانسر هم داره. خبرهای کانادا توسط فروشگاه بزرگ میر کشنکری حمایت شده است. تشکر از کشن کری. کارمندان حکومت فدرال کانادا از امروز دوشنبه 16 جنوری برگشت حضوری را به محل کار آغاز کردند. قرار است کارمندان حکومت فدرال کانادا که از 2 سال به این طرف بیشتر از خانه کار میکردند، از این پس از دفاتر خود مانند گذشته به امور رسمی برسند. پس از شیوع بیماری کووید 19 در ماه مارس سال 2020، کارمندان دولتی در کانادا بیشتر موظف شدند تا کارهای رسمی را از راه دور عمدتاً از خانه‌های خود انجام بدهند. بر اساس آنچه از سوی حکومت فدرال کانادا دستور داده شده است، کارمندان بایستی هفته 2 تا 3 روز در محل کار حاضر باشند. ادارات حکومتی در کانادا 5 روز هفته از دوشنبه تا جمعه کار میکنند. پلیس در شهر برمتون یک مرد را بازداشت کرده که شب گذشته با حمله به یک فرد دیگر وی را توسط چاقو زخمی کرده بود.
پلیس گفته است که فرد مهاجم ضربه عمیق وارد کرده و قربانی رویداد با زخم‌های جدی که برداشته است در شفاخانه به سر می‌برد. گفته شده است که قربانی رویداد در حال شفا یافتن است. در مورد هویت مرد مهاجم و شخصی که در این رویداد مجروح شده است چیزی نگفتند. در این اواخر رویدادهای مشابه از جمله چاقو زدن و استفاده از اسلحه در خشونت‌ها به طور دوامدار در تورنتو و مناطق اطراف آن دیده می‌شود. شما برنامه سرویس اخبار از تورنتو را تماشا میکنین. خبرهای کانادا توسط فروشگاه بزرگ میر کاشینکاری حمایت شده است. خب بینده گرامی، خبر بسیار جالب است خدمت شما برمیستم. در صفحه افغانا در تورنتو هم نشته کردیم. امروز دوشنبه بود و این دوشنبه معروف است به یعنی سیومین دوشنبه جنوری به عنوان دوشنبه غمگین نامگذاری شده. بسیاری اعتقادات به است که غمگین ترین روز سال اینمی دوشنبه بود که تیر کردیم که بخیر بخوبی تیر میشه. گرچه هیچ مدرک و سند در مورد این موضوع وجود نداره، اما کانادایی ها معمولا با شروع زمستان، کم شدن نور خورشید و پایان یافتن جشن تعطیلات احساس کسلی و افسردگی میکنن. یک روانشناس به نام دبی اوپوکا در مورد این موضوع به سیتی نیوز گفته است که بر اساس گزارش ها پس از پایان رخصتی ها در جنوری غم و اندوه و افسردگی بر افراد غلبه میکند. اگر زیاد از عد خرج کرده باشد، اکنون موقع پرداخت قرضه هایشان است. هوای سرد و دلگیر و نور کم آفتاب نیز مزید بر علت می شود. اما این عوامل در کنار هم معمولا باعث کج‌خلقی و احساس غم و اندوه می شود. این روانشناس به افراد که در این موقع سال با این احساس مواجه می شوند توصیه کرده که روزانه یک بررسی سلامت روان انجام بدهند. خوب دقت کنیم ویدئوی گرامی، گفته که یک بررسی سلامت روان انجام بدهند. در این مشکل همگی داریم، برای اینکه در آخر سال دسامبر همگی خرچ فراوان میکنن به خاطر سال نو، به خاطر کریسمس و از اینا، ولی این آخر جنوری که میشه هفته سیوم موقع پرداخت قرض هاست که از طریق کارت های اعتباری صورت گرفته تاثیر خود میکنه. او این روانشناس گفته که روزانه یک بررسی سلامت روان انجام بدید. مثلا خواب، خوب دقت کنین، خواب، اشتها، خلق و خوی، افکار و رفتارتان بررسی کنین و ببینین که کدام یک از اینا تغییر کرده و با آنها از شماره 1 تا 10 نمره بدین. اگر متوجه کاهش شدید این نمرات شدید، با دکتر فامیلیتان تماس بگیرین و از او کمک روحی بخواهید. همچنین برای مبارزه با این تغییرات رفتاری میتونین از مدیتیشن و ورزش نیز کمک بگیرین. فکر میکنم که بهترین وسیله هم امی مثلا مدیتیشن و ورزش است. و در این زمان شما اگر در یوتیوب سرچ کنین به نام مدیتیشن میوزیک، موزیکایی است که شما 1 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت تا زیادتر از اون هر قدر که اون موزیک مشنوین برای شما احساس آرامش و احساس راحتی دست میده و اگر صرف شب بشنوین بسیار راحت هم به خواب میرین. توصیه این روانشناسی است که با خودتان مهربان باشین. این فصل فصل سخت از سال است و باید بدانید که شما در این مورد تنها نیستین، اما با خودتان مهربان باشید و بدانید که از این مرحله عبور خواهید کرد. یعنی حتما با خودتان مهربان باشید، با عزیزان خود تماس بگیرید و در مورد احساساتتان صحبت کنید. امیدوار هستم در هر کجایی که هستین شاد و خوش و دور از غمهای زمانه باشین. کانون خانوادگیتان گرم و همیش سبز باشین. یادتان باشه همیش با ما باشین تا همه یک جا باشیم. تا دیدار بعد، حافظ حقیقی، نگهدار یک شما باد.